اقدامی که از نهایی مرجع قضایی اعلام شد مراتب پلیس بین‌الملل و اینترپول کشورمون و کشور رومانی که ایشون در اونجا الان به سر میبره اعلام شد، از دیشب این فرد در اختیار پلیس اینترپول قرار گرفته و دستور بازداشتش در کشور رومانی صادر شده. استرداد به ایران برای حضور در دادگاه فساد مالی یا ماندن در اروپا و محاکمه به اتهام نقض حقوق بشر. از میهمانان برنامه میپرسیم قضات اروپایی چه تصمیمی برای غلامرضا منصوری قاضی فراری ایرانی میگیرند و خواست فعالان حقوق بشر چیست. همچنین در ادامه برنامه 60 دقیقه تجمع همزمان معترضان به نجات پرستی و مخالفان آنها در لندن، این بار راستگراها با پلیس درگیر شدند. اعتراضهای اخیر پای شخصیت‌های تاریخی و تندیس‌هایشان را هم وسط کشید. جای مجسمه‌ها در موزه هاست یا وسط میدان‌های شهر؟ طبیعت ایران گرفتار بی احتیاطی گردشگران و بی مسئولیتی مدیران. آتش جنگل های زاگرس را سوزاند، حالا جنگل های شمال را تهدید می کند. و بررسی جزئیات قرارداد جنجالی، مارک ویلموت سرمربی سابق تیم فوتبال ایران در نهایت چقدر از فدراسیون خواهد گرفت؟ شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. یک متهم ایرانی که نام او در پرونده جنجالی به عنوان قاضی رشوه‌خوار و فراری مطرح شده در بخارست پایتخت رومانی سرگردان است. غلامرضا منصوری از طرفی تحت تعقیب نهادهای قضایی ایران است که میگویند دست کم در یک مورد 500 هزار یورو رشوه گرفته. از طرف دیگر در خارج از ایران فعالان حقوق بشر خیز برداشتند تا او را به محاکمه بکشانند، به دلیل اینکه قلم این قاضی برای شکستن قلم روزنامه‌نگاران زیادی به گردش درآمده. قوه قضاییه میگوید از اینترپل پلیس بین الملل خواسته تا او را در بخارست دستگیر کند، ولی بر اساس گزارش ها او فعلا به صورت مشروط آزاد است. حقوق بین الملل درباره او چه میگوید؟ آیا کسانی که در ایران با اتهام های مثل فساد، نقض حقوق بشر و آزادی بیان مواجهند در خارج حاشیه امنی نخواهند داشت؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از باران عباسی. چند روز قبل مطلع شدم کیفرخواستی علیه من صادر و به دادگاه ارسال شده است. غلامرضا منصوری، قاضی پیشین اجراییات شهرستان لواسانات. ویدیویی که چند روز پیش منتشر شد از مکانی نامشخص بعد از مطرح شدن نام او در یک پرونده فساد. می گفت برای درمان یک بیماری صعب العلاج به خارج رفته و حضورش آنجا موقتی است. مرزها هنوز بسته است. از دیروز هم هرچه تلاش کردم نتوانستم باز مسیری برای برگشت پیدا کنم. ولیکن انشاءالله فردا حتما به سفارت جمهوری اسلامی مراجعه می کنم تا مقدمات برگشتم به کشور و شرکت در جلسه دادگاه و دفاع را انشاءالله فراهم نمایم. در این پرونده های اخیر با این حال خبری از قاضی منصوری نشد تا اینکه قوه قضاییه امروز اعلام کرد او در رومانی بازداشت شده. از دیشب این فرد در اختیار پلیس اینترپل قرار گرفته و دستور بازداشتش در کشور رومانی صادر شده. به گفته سخنگوی قوه قضاییه، غلامرضا منصوری برخلاف ادعایش قصد بازگشت به ایران را نداشت. اعلام کرده بود که من دارم به ایران برمیگردم و در جلسه شرکت خواهم کرد، اما بررسی‌هایی که ما انجام دادیم دیدیم این اعلام یه اعلام خیلی جدی نیست، بیشتر یک برنامه تبلیغاتی است. آقای منصوری متهم ردیف نهم پرونده فساد در قوه قضاییه است. اتهامش دریافت 500 هزار یورو رشوه. پرونده‌ای با محوریت اکبر طبری، معاون اجرایی پیشین قوه قضاییه. داستان میگوید غلامرضا منصوری حرفی از بیماری نزده بود و کسی نمیدانست ایران نیست. کاملا نادرسته. ایشان هیچ گواهی پزشکی به اینجا ارائه ندادن. ضمن اینکه ایشان یک ماه بعد از دستگیری طبری از کشور خارج شده، گوشی همراه خودشون رو هم در اونجا گوش میدن. اما دامان اون گوشیشون در ایران هست و سر وقت ازدواجشون میکنه. آخر از اینکه ایشون تلفنشون اونجا روشن میشن و اما
اتهامات غلامرضا منصوری به اینجا ختم نمی شود. فعالان رسانه‌ای می گویند او در دهه های 80 و 90 زمانی که بازپرس دادسرای کارکنان فرهنگ و رسانه بود برای ده ها روزنامه نگار حکم زندان صادر کرده و تعدادی از روزنامه ها را هم توقیف کرده بود. نام او در ارتباط با سعید کریمیان مدیر پیشین شبکه جم هم مطرح شده، کسی که بیش از 3 سال پیش در استانبول به قتل رسید. شبکه جم میگوید قاضی منصوری خانواده ی آقای کریمیان را گروگان گرفته بود تا او را مجبور به تعطیلی این شبکه کند. اتهاماتی که ممکن است برای غلامرضا منصوری در خارج از ایران دردسرساز شود. سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید به دلیل سرکوب و زندانی کردن روزنامه‌نگاران در ایران علیه آقای منصوری به دادگاه فدرال آلمان شکایت کرده. دادخواستی هم که برای دستگیری و محاکمه او در آلمان تنظیم شده هزاران امضا جمع کرده. با این حال آقای منصوری نه در آلمان که در رومانی بازداشت شده و همین ممکن است این تلاش ها را با مانع روبرو کند. قوه قضاییه خواهان استرداد او به ایران است. الان متاسفانه به لحاظ اینکه وضعیت پروازهای کشور رومانی به صورت کاملا 100% به خارج از کشور قطع است، ظرف چند روز آینده امکان حضور این متهم در جلسه دادگاه فراهم نخواهد شد. به محض اینکه موانع برطرف بشه و انشالله همکاری های دولت رومانی هم با ما تداوم داشته باشه، نسبت به انتقال ایشون به ایران و حضور در جلسه دادگاه اقدام خواهد شد. اقدامی که شاید قاضی منصوری به دادگاهی شدن در خارج ترجیح دهد. من به جمهوری اسلامی و رهبری عزیز و عدالت دستگاه قضایی ایمان کامل و اعتقاد راسخ دارم و خداوند را شاکرم که توفیق عنایت فرمود حدود 30 سال در دستگاه قضایی خدمت کنم و به این خدمتم افتخار میکنم. آنچه او کارنامه ای افتخارآمیز میخواند اما حالا هم در ایران و هم در خارج از ایران زیر سوال است. محبوب دلهای متهمان اقتصاد رومانی فعلا به ایران 1 ماه مهلت داده تا مدارک استرداد غلامرضا منصوری را ارائه کند. تا آن زمان او به طور مشروط آزاد است. اما او چه از این دادگاه سر در بیاورد و چه به دستگاه قضایی اروپا سپرده شود، سرنوشتی که در انتظارش است شاید با آنچه او هنگام ترک ایران تصور می‌کرد متفاوت باشد. باران عباسی، بی بی سی. سعید محمودی استاد حقوق بین الملل دانشگاه استکهلم در سوئد از استکهلم با ما هستند و همینطور حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر از وین اتریش. اول ابعاد حقوقی موضوع رو با آقای محمودی بررسی میکنیم. آقای محمودی، اینترپل میتونه به درخواست ایران آقای متهم رو دستگیر بکنه؟ بله البته، و علت همین است که اینترپل یه سازمان بین المللی مربوط به همکاری بین پلیس کشورهای مختلفی است که عضو اینترپل هستن و هدف هم این است که اگر فردی به دلیلی مورد اتهام یا اینکه محکوم شده ولی قبل از اینکه در واقع جرمش رو جزای جرمش رو بده از کشور فرار کرده خارج شده، با درخواست پلیس اون کشوری که در اونجا این شخص محکوم بوده یا متهم بوده، پلیس کشورهای دیگه‌ای که عضو اینترپل هستن اگر دسترسی به اون شخص داشته باشن اون رو دستگیر کنن و در صورت امکان پس بفرستنش به کشور خودش. منتها این امکان در واقع رو کاغذ، در عمل شرایط متعدد و مختلفی هست که همیشه این کار به نتیجه نمیرسه. از جمله اینکه بعد از اینکه پلیس، مثلا در این مورد اخیر پلیس رومانی به جهاتی متوجه میشه که این شخصی که از طرف ایران حکم جلبش صادر شده در رومانی است و او رو دستگیر کرد، برای اینکه بتونه با پلیس ایران همکاری بکنه باید اول موضوع رو با دستگاه قضایی رومانی مطرح بکنه، به دادستان اونجا منعکس بکنه و نهایتا دادستان بر اساس اون مدارکی که ایران علیه اون شخص مظنون در اختیار دستگاه قضایی رومانی میذاره
تصمیم بگیره که آیا جرمی که این شخص بهش متهم است به حد کافی جدی است و قابل ادامه به اصطلاح پیگیری هست یا نه. و بعد اگر اینجور بود، معمولا، البته بستگی داره به کدوم کشور، معمولا قوانین کشورها اینجور است که یک چنین تصمیمی رو باید اول دادگاه بگیره، یه دادگاهی در رومانی تصمیم بگیره که این شخص رو میشه برگردون به ایران، و بعد در اکثر موارد هم باز با توجه به قوانین داخلی کشورها تصمیم نهایی رو بعد از تصمیم دادگاه دولت اون کشور میگیره. ممکنه این چیزا خیلی سریع انجام بشه اگه اون فرد آدم مهمی نباشه، اگه یک فرد شرور مشهوری باشه، جرم مشهوری باشه، معمولا خیلی سریع انجام میشه. ولی اگر به جهاتی مشکلی پیش بینی بشه، مثلا اینکه ممکن است این شخص مورد محاکمه عادلانه قرار نگیره، ممکن است اعدام بشه، ممکن است که اصلا اساس این مدارکی که علیه هست مورد سوء زن باشه، در اون صورت دولت رومانی در این مورد میتونه انکار بکنه و یا پلیس رومانی و این شخص رو نفرسته به ایران، ولی هیچ اقدامی روش صورت نمیگیره. بله. خب آقای محمودی، الان هم احتمال شکنجه وجود داره به خاطر اینکه دستگاه قضایی ایران و همینطور نهادهای امنیتی در ایران بسیار در این زمینه مورد انتقاد هستند، و ضمن اون هم در بعضی از پرونده‌های مفاسد اقتصادی در ایران صدور احکام اعدام سابقه داشته. اگر اینها رو کنار هم بگذاریم، قوانین اتحادیه اروپا و بعد هم قوانین یک کشور اروپایی مثل رومانی، چه نتیجه میشه گرفت؟ من به طور قاطع نمیخوام پیشبینی بکنم، ولی در موارد مشابه، مثلا یک مورد خیلی معروف مشابهی داشتیم دو سال پیش، دو یک سال و نیم پیش، یکی از رهبران کرد، البته در مورد این شخص رهبر سیاسی بود، ولی از نظر دولت ترکیه یه اتهام جرم معمولی رو داشت. این در دو سه کشور اروپایی به خاطر حکم جمع بین المللی که پلیس ترکیه صادر کرده بود از طرف اینترپول، یعنی پلیس این کشورها، ولی آخرین بار در پراگ در چکسلواکی جمهوری چک دستگیر شد، ولی بعد از اینکه دادگاه رسیدگی کرد به همین دلایلی که شما گفتید و اینکه در ترکیه نمیتونن با قاطعیت مقام های اروپایی مطمئن باشن که دادگاه عادلانه‌ای در مورد این شخص صورت میگیره، نفرستادنش به ترکیه و برگشت به سوریه محل زندگیش. در این مورد هم قاطع نمیتونم بگم، ولی بعید نیست که این مسائل رو در نظر بگیرم، برای که به هر حال انقدر گزارش های بین المللی در مورد نحوه رفتار با زندانی ها یا با متهمین در دستگاه قضایی ایران هست، گزارش هایی که به نفع ایران اصلا نیست، و ممکن است که بر اون اساس دادگاه، حالا یا در رومانی یا در یک کشور دیگری، به این نتیجه برسه که ایشون رو نمیشه فرستادش بود. خب آقای محمودی، حالا مدافعان حقوق بشر یا مدافعان حقوق روزنامه‌نگاران در اروپا چه؟ اینا هم تلاش میکنند که آقای منصوری رو به محاکمه بکشند. این جرمی که الان ایشون به خاطرش دستگیر شده، یعنی فساد مالی، ارتشا یا رشوه گرفتن، یه جرم خیلی جدیه، جرم عادی است ولی جدی. و منظور من از جرم عادی این است که ما معمولا جرائم رو از نظر حقوق بین الملل به دو گروه تقسیم میکنیم. جرم های عادی که هر کشوری در هر کشوری جرمه، مثل قتل یا فساد یا رشوه یا غیره، و جرم های بین المللی. جرم های بین المللی یه تعریف مشخصی داره مطابق اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، و اون جرائم در واقع در تمام کشورها قابل پیگیری است، و صرف نظر از اینکه در کجا اتفاق افتادن، میشه اونا رو بر اون اساس شخص مظنون رو دستگیر کرد و محاکمه کرد و در واقع محکومش کرد. این جرمی که الان شما اشاره بهش کردید، یعنی فعالان حقوق بشر در مورد این شخص میگند، به نظر من یه جرم عادیه، جرم بین المللی نیست، جز اون تعاریفی که در حقوق بین الملل از جرائم بین المللی مثل جرائم جنگی یا جرائم علیه بشریت حساب نمیشه. وقتی جرم بین المللی حساب نشه، معنیش این است که فقط دو راه بیشتر نیست،
یا کشوری که در اونجا این جرم ها اتفاق افتاده و یا کشوری که در اونجا این جرم ها برنامه ریزی شده و نهایتا اون کشوری که شخص مظنون تبعی اونجا هست. فقط این کشورها صلاحیت رسیدگی بشه دارن. بنابراین در آلمان که هیچ ارتباطی به این جرم ها نداره، جرمایی که علیه روزنامه‌نگارای ایرانی صورت گرفته نه. یا در رومانی یا در کشورهای دیگه، به نظر من خیلی مشکله. در حقیقت من الان هیچ زمینه‌ای نمی‌بینم که از نظر حقوقی شما دادگاهی رو بتونید گیر بیاری که احراز صلاحیت بکنه، بگه من صلاحیتشو دارم و به این رسیدگی میکنم، چون جرم بین‌المللی نیست. بنابراین من گمان میکنم که ضمن اینکه هدف این گروه بسیار هدف قابل تقدیری است، ولی موفقیتشون به نظر من جای تردید داره. خیلی ممنونم از سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر، هم از وین اتریش با ما هستن. آقای نایب هاشم، فردی که متهم هست به شکستن قلم‌ها، به فعالیت در ماشین سرکوب در ایران، الان دستگیر شده یا دست کم در شرایط نامعلومی هست در یک کشور اروپایی، چی فکر میکنید در این باره؟ ببین، مقدم بر همه اینکه پرونده ایشون بیش از یک هفته نیست که باز شده، یعنی ما تا هفته گذشته صحبت زیادی از ایشون نمیشنیدیم، ولی الان حداقل اون پرونده مالی مطرح شده و در ارتباط با صحبت‌هایی هم که شد، خب ما میدونیم در ایران عملاً یک دادگاه روال حقوقی دادرسی عادلانه صورت نمیگیره، بنابراین میتونه وقتی که ایشون برفرض برگردانده بشه به ایران، از آزادی کامل بدون هیچ مشکل تبرئه کامل در واقع باشه تا اعدام. بنابراین نمیشه ایشون رو تو این شرایطی که هستش به دادگاه ایران سپرد با توجه به این وضعیت. نکته دوم اینه که خب ایشون برفرض در ارتباط با پرونده قتل آقای سعید کریمیان، علاوه بر مسائل مربوط به روزنامه‌نگار، میتونه در واقع مشارکت در قتل داشته باشه، یعنی اتهامات ایشون میتونه بسیار جدی باشه و لازم هستش که ایشون در اروپا بمونه و بررسی بشه، بتوانند به هر حال کسانی که قربانی یا شاهد نقض حقوق بشر از جانب ایشون بودن، که فقط به این 500 هزار دلار رشوه هم ممکنه که محدود نشه و صرفا همین چیزهایی که روشن شده در واقع حدود چند ده روزنامه نگار که در اثر در مورد تعقیب قرار گرفتن از جانب ایشون، یا خانواده مثلا آقای سعید کریمیان یا کسانی که به هر حال به اون تلویزیون آگهی میدادن مورد فشار دریشون بودن، وقتی این پرونده بازتر بشه ممکنه که به هر حال جرائم شدیدتر هم در مورد ایشون بشه مطرح کرد. حالا باید دید. مهم اینه که در حال حاضر در این مقطع قربانیان و شاهدان نقض حقوق بشر توسط ایشون ادله خودشون رو ارائه بدن، به حالا در این مورد مشخص به بازپرسی که در واقع میتونه پیگیری بکنه در در رومانی، و بعد ببینیم که مراحل بعدی چگونه پیش خواهد رفت. آقای نایب هاشم، اگه اشاره کردید که خیلی تکلیف پرونده در ایران معلوم نیست، ولی بعضی میگن که اگر به ایران برگرده احتمالاً شرایط سخت‌تری خواهد داشت، و از همین حالا این سوال هم مطرح شده که اگر آقای منصوری در اروپا بمونه، به شکلی خواسته یا ناخواسته در وضعیت بهتری قرار نمیگیره؟ نه ضرورتاً، برای اینکه خب میدونید که ایشون با این امید که خب در دو مرحله در واقع دو تا رئیس با دو رئیس قوه قضاییه قبلی کار نزدیک کرده، حتما اطلاعات بسیاری هم داره از وضعیت در ایران، ممکنه این تصور رو داشته باشه که بتونه به هر حال با این اطلاعاتی که داره افشای اونها بتونه آزادی خودش رو تأمین بکنه تو ایران. خب میدونید که به هر حال خیلی موقع بر این نظر هستن که زیاد مسائل رو کش ندن، مثلا آقای خامنه‌ای رهبری، و اگه قضیه بخواد کش پیدا بکنه و دامن رؤسای قوه قضاییه قبلی و همچنین رئیس قوه قضاییه فعلی که خب 40 سال در این قوه بوده بکشه، خب ممکنه که شرایط دیگه ای رو داشته باشه. مهم اینه که در حال حاضر الان حداقل سه روزنامه نگار، آقای منتجبی، خانم آذرپیک، آقای پوری عالمی، گفتن که تحت فشار بودن از روزنامه‌نگاران دیگر هم قطعا هستن، میتوانن مطرح بکنن مسائلی که در رابطه با ایشون بوده، و به خصوص مسئله در واقع مشارکت با قتل خیلی جدیه، و خب ممکنه در این روند و مراحل دیگه هم، یعنی مشارکت در قتل‌های دیگر یا به هر حال نقض‌های شدید
حقوق بشر رو شاهد باشیم. همونجور گفتم در ایران میتونه اعدام باشه تو تصفیه حساب‌هایی که هست، یا اینکه بتواند بر مبنای همین اطلاعاتی که هستش بتونه مثلا آقای بابک زنجانی حکم اعدام داره اعدام نشده، برای اینکه خب اطلاعاتی رو داره که بر اون مبنا میتونه در واقع حفظ بکنه خودشو. بنابراین میتونه ایشون هم به این امید الان مسئله بازگشت رو مطرح کرده باشه، حالا چه جدی باشه چه در واقع درست نباشه به قول آقای سخنگوی قوه قضاییه. آقای ممنونم از حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر از وین اتریش با ما، و همینطور سعید محمودی استاد حقوق بین الملل که دانشگاه استکهلم از سوئد با ما صحبت می‌کرد. امروز لندن باز هم شاهد اعتراض بود، اعتراضی که به دلیل در حقیقت آنچه که در آمریکا در حال رخ دادن هست ابعاد جهانی به خودش پیدا کرده. از دو طرف معترضان امروز در خیابان بودند، معترضان به نجات پرستی و همینطور کسانی که راستگراهایی که با این افراد با این حرکت ها چندان موافق نبودند. و اما معترضان به نجات پرستی حالا در جبهه تازه می جنگند، برچیده شدن مجسمه بعضی چهرهای تاریخی. در بریتانیا تندیس وینستون چرچیل رهبر بریتانیا در زمان جنگ جهانی دوم بعد از آسیب دیدن در تظاهرات هفته پیش حالا در جبهه محافظ قرار گرفته. بعضی مجسمه ها در شهرهای دیگر این کشور هم برچیده شدند. در بلژیک، نیوزیلند و آمریکا هم معترضان خواستار تجدید نظر درباره تندیس شخصیت های تاریخی هستند. جزئیات بیشتر در گزارشی از پرهام قبادی. مجسمه وینستون چرچیل رهبر بریتانیا در جنگ جهانی دوم علیه آلمان نازی که در تظاهرات هفته گذشته لندن علیه تبعیض نژادی معترضان روی آن نوشتند او یک نژاد پرست است. و حالا در آستانه تظاهراتی دیگر مجسمه این چهره تاریخی جنجالی در حفاظی محصور شده. این مجسمه برنز که حدود نیم قرن از عمرش می‌گذرد در کنار پارلمان بریتانیا در مرکز لندن جا خوش کرده. نخست وزیر بریتانیا که اعتقاد دارد چرچیل نماد مبارزه با دیکتاتوری نژاد پرست هیتلر است، از این کار معترضان به شدت انتقاد کرده. چیزی که منو ناراحت میکنه اینه که شما در وضعیتی قرار میگیرین که مجسمه وینستون چرچیل که یک قهرمان ملیه رو با تیر و تخته بپوشونیدش، از ترس اینکه مبادا بهش حمله کنن. به همین خاطر پیام من به همه اینه که به دلایل مختلف نباید در این تظاهرات شرکت کنن. They should not go to these demonstrations. Mr. Churchill wore the uniform of the 4th Hussars for the occasion. در بریتانیا برخی چرچیل را قهرمان مبارزه با آلمان نازی و منجی اروپا از تهدید هیتلر می‌دانند که به سخنرانی‌های شورانگیزش معروف است، و منتقدانش می‌گویند او یک نژاد پرست و استعمارگر سرسخت بوده. انتقاد آنها به اظهارات او درباره نژاد برتر بریتانیایی‌ها نسبت به بومی‌های آمریکا و استرالیا است و سیاست‌هایش در برخورد با قحطی بنگال که جان 3 میلیون نفر را گرفت. اما جنگ بر سر مجسمه ها از شهر بریستول در بریتانیا شروع شد، وقتی معترضان مجسمه یک تاجر برده را پایین کشیدند و آن را به آب انداختند. مجسمه ادوارد کولستون بعد از 4 روز از زیر آب بیرون کشیده شد. تنها یک روز بعد تنها مجسمه یک سیاه پوست در این شهر آسیب دید با اسید. مجسمه آلفرد هیگن، شاعر و نمایشنامه نویس جامائیکایی که در 18 سالگی به بریتانیا آمد. در لندن اما خود شورای شهر کمر همت بست تا تندیس رابرت میلیگان را بردارد قبل از اینکه معترضان دست به کار شوند. مجسمه تاجر و بردهدار قرن 18 میلادی. حالا بسیاری از شوراهای محلی در بریتانیا در حال بررسی کارنامه اعمال تندیس ها هستند تا ببینند کدامشان میمانند و کدام رفتنی‌اند. پس از تظاهرات نافرجام 4 سال پیش، حالا معترضان در دانشگاه آکسفورد دوباره مصممند تا این مجسمه را پایین بکشند. تندیس سسیل رودز، تاجر و سیاستمدار قرن 19 که معترضان میگویند در استثمار سیاه‌پوستان نقش داشته. و اینجا ادای احترام یک پیشاهنگ به تندیس بنیانگذار پیشاهنگی در جهان. مجسمه رابرت بیدن پاول که در شهر بندری پول در جنوب انگلیس قرار دارد، به زودی از اینجا منتقل می شود. معترضان می گویند نژاد پرست، همجنسگرا ستیز و طرفدار هیتلر بوده. اما جنگ مجسمه ها حالا به کشورهای دیگر هم سرایت کرده. در شهر آنتورپ بلژیک معترضان به مجسمه لئوپولد دوم پادشاه بلژیک رنگ پاشیدند.
پادشاهی که مسئول نسل‌کشی 10 میلیون نفر در کنگو مستعمره بلژیک بود. پس از این حادثه مجسمش برداشته شد. رد خشم معترضان به بروکسل پایتخت بلژیک هم راه باز کرد. این مجسمه بودوئن آخرین پادشاه بلژیک کنگو را استعمار کرد. بودوئن با اینکه استقلال کنگو را به رسمیت شناخت، در سخنرانی جنجالی از لئوپولد دوم به عنوان یک نابغه یاد کرد. دیروز در نیوزیلند هم مجسمه یک ملوان بریتانیایی در شهری که به نام خود اوست پایش به این داستان باز شد. ناخدا چارلز همیلتون متهم به قتل قوم ماوری از بومی‌های نیوزیلند است. مجسمه او هم پس از تهدید فعالان به مکانی دیگر منتقل شد. در آمریکا هم مجسمه‌های کریستوف کولوم در شهرهای مختلف آسیب دیدند. در بوستون سر از تن این دریانورد ایتالیایی جدا کردند. کسی که می‌خواست به هند برود اما سر از آمریکا درآورد. کتاب‌های درسی در آمریکا او را کاشف آمریکا معرفی می‌کنند و بومی‌های این سرزمین استعمار و نسل‌کشی اجدادشان را گردن او می‌اندازند. مجسمه‌هایی که بیشترشان مرد و سفید پوستند. آیا صرفاً بازتاب روح زمان خود هستند و نباید با معیارهای امروز قضاوت شوند یا نماد تحریف تاریخند و اسطوره‌سازی بیجا؟ آنچه مسلم است برخی از این شخصیت‌های تاریخی حالا جایگاهشان متزلزل شده. پرهام قبادی، بی بی سی. برای گفتگو در این باره دو مهمان داریم. یاسمین میزر، کارشناس مسائل بریتانیا از آکسفورد. خانم میزر معتقدند که این مجسمه ها باید در موزه نگهداری بشن. نامدار بقایی یزدی، کارشناس مسائل بریتانیا و عضو حزب محافظه‌کار از لندن با ما هستند. آقای بقایی یزدی مخالف برچیدن چنین مجسمه‌هایی هستند. آقای بقایی یزدی فردی بوده که در شهر خودش اهمیت داشته، ولی خب زندگی او هم عجین شده با برده‌داری. در این زمینه تا چه اندازه میشه کسانی که به این مجسمه ها حمله کردن یا این مجسمه ها رو پایین کشیدند درک کرد؟ ببینید، مسلماً الان با جمعیتی ما روبرو هستیم، جوانانی که بسیار خشمناک هستند و خشمگین هستند الان و میخوان که به این صورت نظریات خودشون رو ابراز بکنن و با پایین آوردن این مجسمه ها به قول معروف صورت مسئله رو پاک بکنن. ببینید، من معتقد هستم که این مجسمه ها اگر بر جای خودشون باقی بمونن و منتها با پلاکی زیرشون زده بشه که کاملا نشون دهنده وضعیت زندگی اون شخص باشه، یا به موزه ای برده بشه این مجسمه ها که در اونجا به نمایش گذاشته بشه و اون شخص رو معرفی کنن. ببینید، ما داریم الان با لنز خودمون اونچه که در 2300 سال پیش اتفاق افتاده رو نگاه میکنیم. فراموش نکنیم این اشخاص در دوره اوج دوره امپریالیستی و استعماری بریتانیا زندگی میکردن، بیزنس داشتن، کار میکردن، تجارت داشتن و بله، تجارت بردهداری هم متاسفانه جزئی از اون بوده که انجام میدادن. یک چیز عادی بوده براشون در آن زمان تا وقتی که بردهداری ملغا شد. البته متاسفانه هنوز در دنیای فعلیمون هنوز تو اخبار میبینید که در کشور لیبی بازارهای بردهداری وجود داره و تموم نشده این موضوع متاسفانه. ولی این مجسمه ها به نظر من بایستی نگه داشته بشه با درس درست دادن به نسل جوان، با آموزش درست که بدونن به چه صورت بایستی برخورد کرد با اینها. با کشیدن این مجسمه ها پایین کاری صورت نمیگیره. خانم میزر، شما چی فکر میکنید؟ اگر مجسمه ها بر اساس یک حرکت مدنی مثلا منتقل بشه به جایی مناسب تر هست، یا اینکه این جوانان اون این مجسمه ها رو به پایین میکشند؟ ببینید، مسئله اصلی اینه که در چند دهه اخیر دولت ها مثل دولت بریتانیا در احزاب مختلف مدعی بوده با نژاد پرستی برخورد کرده، مسئله نژادی وجود نداره، همه مال تاریخه. وقایع چند هفته گذشته نشون داده مخصوصا وقتی فقر وجود داشته باشه این مسئله حل نشده. تظاهراتی که داره صورت میگیره
توجه رو جلب کرده به تاریخ بردهداری. از این جهت این تظاهرات مفیده و حرکت کنن، اگرچه گاهی اگر بخواید نموداری است از یک خشم، ولی در پشتش خود این مسئله باعث شده که مردم برن تاریخ اون دوره رو بخونن و مطالعه کنن. مثلا بعد از تظاهرات آکسفورد مراجعه به صفحه‌ای که در رابطه با سسیل رودز صحبت میکنه به چند صد هزار رسید در یک بعد از ظهر، و خود این نشون میده که خیلی ها فقط به اصطلاح بورس تحصیلی که آقای کلینتون گرفته از رودز رو میشناسن. خود این مسئله باعث شد برن تاریخ نقش او در بردهداری رو بدونن. یا در مورد وینستون چرچیل، در کل بریتانیا دستگاه تبلیغاتی فقط و فقط نکات مثبت زندگی او در مقابله با هیتلر رو میگه، ولی به نوعی همونطور که بقایع چند روز گذشته به خیلی ها یادآوری کرده، ایشان نسبت به مردم کشور هند دیدی کاملا نژادپرستانه داشته، در رابطه با مردم چین همینطور. در نتیجه فقط این نیست که یه پلاک کوچیکی اون زیر بذاریم یا ببریم در موزه و قضیه حل بشه. خود این حرکات اگر بخواید یادآور یک دوره تاریخی است که مخصوصا در کتاب تاریخ مدارس در بریتانیا در ایالات متحده بسیار کم بهش اشاره میشه، گذرا مطالبی سطحی در رابطش گفته میشه، مثلا اینکه مارتین لوترکینگ آمد و همه مسائل نژادی در ایالات متحده حل شد. خب اگه اینجور بود ما این وقایع این دو هفته رو نداشتیم. آقای نامدار بقایی خانم مزار میگن که اینا باعث میشه که مردم درباره گذشته بیشتر مطالعه بکنن. شاید از این جهت حرفشون درست باشه که هزاران مجسمه در موزه ها هست، ولی کسی به خودش زحمت نمیده که بره در مورد اونها مطالعه و تحقیق بکنه. ولی وقتی یک اتفاق اینطوری میفته کنجکاوی ها تحریک میشه. خب درسته، به کنجکاوی ها تحریک میشه، ولی با پایین آوردن و یک عمل خشونت آمیز انجام دادن من فکر نمی کنم این نتیجه درستی داده بشه. بایستی آموزش داده بشه. من کاملا قبول دارم خانم میزر حرف من رو میزنن. من معتقد هستم که بایستی آموزش کامل در کتابهای تاریخ دبستانها، دبیرستانها، دانشگاهها داده بشه و اشخاص بفهمن که وینستون چرچیل فقط قهرمان جنگ جهانی دوم نبوده، در خیلی از مسائل دیگه دست داشته، و این هر دو طرف سکه رو به قول معروف ببینن و آشنا بشن. فقط با پایین آوردن اون مجسمه شما کار عمده ای انجام نمیدی. میگم البته این خواسته خودشونه، الان در شهر بریستول مجسمه ادوارد کولستون رو که پایین آوردن شهردار شهرم موافقت کرده کم و بیش با این، با اینکه چندین صد سال اونجا بوده، ولی بایستی به نظر من آموزش درست داده بشه و بفهمن نسل جوان که چی بوده و هر دو روی سکه رو به قول معروف ببینن و یاد بگیرن. خانم میزر، این خشونتی که استفاده میشه، شکلی که این عمل اتفاق میفته بسیار حساسیت برانگیزه. در جاهای مختلف دنیا هم دیده شده. همه ما یادمون هست که چطور مثلا مجسمه صدام حسین رو پایین کشیدن، یا مثلا در ایران اتفاقای مشابه افتاد. آیا این نوع حرکت به نوعی تأیید خشونت‌هایی نیست که بسیاری از اهالی فکر سعی میکنن از اون دوری بکنند؟ ببینید، خشونت در حقیقت به افراد که نبوده، به یک پدیده سنگی بوده، درسته. در نتیجه باید هم اینجا ارزیابی کرد که اندازه این خشونت چقدر بوده، آیا درست بوده، کم بوده، غیره. ولی خب در همون گیرودار خشونت اتفاق افتاده، مثلا کم و بیش درگیری اتفاق افتاده، بعد افرادی احساساتشون جریحه‌دار شده. درسته، ولی ببینید این کل این وقایع رو ما شاهدشیم، چون در کل اگه نگاه بکنید خشونت نیروهای انتظامی نسبت به افراد رنگین پوست که عمدتاً از طبقات فقیر هستند
خشونتی وحشتناک بوده، خشونتی بوده که به مرگ انجامیده. فقط خشونت شعار دادن و یا درگیری خیلی سطحی در سطح خیابان نبوده، باعث کشته شدن یه عده شده. 1500 خورده در ایالات متحده وقتی که صحبت از نجات دادن جان سیاه پوستان میشه در این رابطه صحبت میشه. این تأکید رو باید کرد که این مسئله فقط و فقط شامل اون بخشی از سیاه پوستا یا رنگین پوستا است که در طبقات زحمت کشن، وگرنه ایالات متحده رئیس جمهور سیاه پوست هم داشته ولی از وکیل بوده، فرق میکرده. در نتیجه عصبانیتی که داریم میبینیم در مقابله با خشونتیست که هم نجات پرستان است، جنبه خاصش نجات پرستانند، و هم به خاطر بحران اقتصادی، به خاطر کرونا، به خاطر نگرانی از آینده، حالت بیانی است از عصبانیت نسل جوان. و این عصبانیت رو باید درک کرد، با پلیس بیشتر کردن یا با محدود کردن تظاهرات نمیشه قضیه رو حل کرد. این ابراز خشم رو باید فهمید چرا بکنشد. آقای نامدار باقی، وقتی که این مجسمه ها رو می ساختند به خاطر این نمی ساختند که اینها شخصیت تاریخی بودن، نوعی تقدیر می شدن این افراد، مجسمه اونها رو از روی تحسین می ساختند. حالا فرض که این مجسمه ها رو بردن در یک موزه، آیا همچنان اون تحسین از یک شخصیتی که در دوره زندگی خودش کارنامه سیاهی داشته حساسیت برانگیز و نادرست نیست؟ نه، به نظر من اگر در اونجا گذاشته بشه و درست، میدونید مطلب درستی، خانم میزر میگن یک پلاک کوچیک، نه پلاک خیلی بزرگم بزنن که از 100 متری هم دیده بشه در کنار این مجسمه ها باشه و بتونن برن بچه ها رو ببرن از مدارس نشونشون بدن، یاد بگیرن، تا اینکه این خشونتی که الان داره نشون داده میشه، خشونت میآفرینه. الان امروز در لندن میبینیم گروه های دست راستی افراطی متاسفانه اومدن و میخواستن مجسمه نلسون مندلا رو بکشن پایین. ببینید این یک چرخه‌ای خواهد بود که به هیچ وقت تمامی نخواهد داشت و بایستی به یک جای قطعش کرد. و فقط این کار با آموزش درست و با توضیح دادن اینکه این اشخاص کی بودن. بله، آقای ادوارد گلستون خیلی به شهر بریستول کمک کرده، ولی در مقابلش چه کرده؟ بردهداری کرده، استثمار کرده و استعمار کرده مردم بیچاره آفریقا رو. این رو بایستی کاملا روشن و واضح گذاشت در کنار مجسمش. خانم میزر، در جریان انقلاب 41 سال پیش در ایران بسیاری از مجسمه‌ها تخریب شد. من خودم در مشهد بزرگ شدم، مجسمه نادرشاه افشار تخریب نشد. مردم شهر بعداً خیلی احساس خوشانسی می‌کردند که این نمای جالب از منظر اونها برای شهر حفظ شده. اینی که ما بپذیریم که اینها بخشی از حالا غلیان احساسات هست، آیا بعداً پشیمانی به بار نمیاره؟ من فکر کنم ما یک دوره تاریخی خیلی خاصی رو وارد شدیم درش، و این دوره تاریخی جهانیه، فقط مربوط به یک کشور نیست. و در این دوره مردم دارند خیلی از داده های گذشته رو زیر سوال میبرند. آقای سسیل رودز مال آکسفورد 8 میلیون افریقایی در دوره‌ای که ایشان رودزیای سابق یا زیمبابوی کنونی رو اداره میکرد، 8 میلیون نفر در فقر کامل زندگی میکردن. 250,000 یعنی 3% جمعیت رودزیا سفید بودن و وضع مالی خیلی خوبی داشتن. خب این خشونت نیست؟ این خشونت در سطحی خیلی وحشتناکتره تا اینی که یک درگیری در یک خیابان صورت بگیره یا نگیره، یا فحشی بین نجات پرستان فاشیست که خیلی وقتها در بریتانیا پلیس کمتر با اونها درگیر میشه تا با چپها یا با معترضین تظاهرات علیه نجات پرستی، یک درگیری لفظی صورت بگیره. ما باید خشونت رو در سطح تاریخیش بررسی کنیم. سپاسگزارم از یاسمین میزر، کارشناس مسائل بریتانیا از آکسفورد با ما، و همینطور نامدار بقایی یزدی، کارشناس مسائل بریتانیا و عضو حزب محافظه‌کار از لندن.
آتش سوزی در جنگل های زاگرس ایران هفته هاست که کم و زیاد شده اما فروکش نکرده. امروز هم مناطقی از جنوب غرب و مرکز ایران تومه حریق شدند. در شمال این کشور نیروهای جنگلبانی برای حفاظت از جنگل های هیرکانی به حالت آماده باش در آمدند، اما امکانات و بودجهشان برای مقابله با آتش سوزی محدود است. سیاوش اردلان در این باره گزارش میدهد. گردشگران مضطرب از آتشی که با بی احتیاطی های خودشان برافروخته شده می گریزند. اینجا منطقه خوش آب و هوای کاکارزاست. کاکارزا اطراف خرم آباد است. در نزدیکی اینجا منطقه به نام سپید دشت که آتش سوزی رخ داد ولی زود مهار شد. این ویدیوی آن آتش سوزی نیست. ویدیویی از روزهای آرام سپید دشت است. مثل روزهای آرام جنگل‌های شمال ایران که آن هم به خاطر بی احتیاطی گردشگران که با چوب درخت‌ها آتش روشن می‌کنند، کم مانده بود به یک مصیبت تبدیل شود. جنگل داره می‌سوزه. منظور جنگل کبابا. چند ساعت تفریح و خوشگذرانی بدون ملاحظه نکات ایمنی اغلب خسارت‌های جبران ناپذیری به طبیعت وارد می‌کند. مثل اتفاقی که نزدیک بود برای روستای سرسبز عباس‌آباد در منطقه آستارا رخ دهد، ولی به موقع مهار شد. هرچند 6 ماه پیش همین منطقه گرفتار یک آتش سوزی بزرگ شده بود. جنگل‌های شمال ایران این روزها در برابر خطر آتش سوزی به شدت آسیب پذیر هستند. نیروهای محلی در جنگل‌های ارسباران در حالت آماده باش قرار دارند. تنوع گونه گیاهی اینجا بسیار زیاد و فراوانه. اما برای جنگل‌های زاگرس دیگر دیر شده. به خصوص در حوالی یاسوج که همچنان در آتش می‌سوزند. آتش اومد مادر. اما گستره آتش‌سوزی‌ها اندکی به سمت جنوب اینجا از حوالی شیراز و ارتفاعات ظفرآباد و کوهسبز شروع شده. بازم خیلی سوخته، یعنی پهنه. و تا نزدیکی منطقه حفاظت شده دنا در شمال یاسوج و اینجا که میمند دناس ادامه داشته و ساعتی پیش مهار شد، ولی خسارت‌های زیادی را به همراه آورد. این ریشه‌شون سوخته، من بعید میدونم اینا دیگه بتونن بیان بالا. باز هم به سمت نقاط شمالی تر مسئولان میگویند آتشی که روستای مونه در نواحی شهر ایزه در خوزستان و همچنین کوه سفید دهدز را در بر گرفت خاموش کردند. مسئولان میگویند آتش در کوههای هانیوان در ایلام نیز خاموش شده، جایی که بارها زخم آتش را بر پیکرش تجربه کرده. گزارش هاکیس آتش در منطقه عشایری پیجاب هم مهار شده، نقطه باصفایی از ایران که گردشگران کمتری به آنجا می روند. این منطقه در اطراف شهرستان باشت است، ولی داوطلبان محلی گفتند آتش اندکی آنسوتر در چاه تلخ ادامه دارد. با اینکه افکار عمومی امسال به شکل بی سابقه نسبت به آتش سوزی های زاگرس حساس شده، ولی مسئولان دولتی ظاهرا قضیه را جدی نگرفتند. کلن جنگلبان و محیطبان ما هم 6000 نفر نمیشه. بخش کوچکی از نقاط تخریب شده زیر نظر سازمان حفاظت محیط زیست است. کل هلیکوپترهای ما مثلا جمعاً 10 تا نیست. و این هم نگاه رئیس این سازمان. آتش سوزی تا یه حدی بخشی از زندگی اکولوژی طبیعت. در ایران سالانه بین 12 تا 18 هزار هکتار از جنگل‌های کشور تومه حریق می‌شوند، یعنی منطقه به وسعت 17 تا 25 هزار زمین فوتبال. بیشتر اراضی سبز ایران زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی است که بر سازمان جنگل‌ها کنترل دارد. سازمانی کم بضاعت که برای مهار آتش توانایی انسانی و مالی اندکی دارد. فقط نیروها مردمی کمک داده. بلکه با بیلیکی با آب. اینجا شهرستان رابر در استان کرمان است که آتش ده ها هکتار از مراتع و زمین های کشاورزان را تخریب کرد. فعالان و کارشناسان منابع طبیعی ایران میگویند اندک بودجه های دولت ایران صرف طرحهای زیانبار و گران قیمتی مثل مالچ پاشی و طرحهای بزرگ انتقال آب می شود، ولی مناطق جنگلی و مرتعی لنگ دستگاه های اولیه مثل دمنده و یا حتی یک ماشین آتش نشانی هستند. با هر ارگانی هم که تماس گرفتیم 125 که آتش نشانی گفت اصلا خارج از شهر نمیتونم بیام، بخشداری گفت آقا نمیتونیم بیام به خاطر اینکه ماشین هم صفحه کلاش نداره. امسال نیروهای مردمی و نیروهای زیست محیطی محلی بیش از همیشه برای مقابله با آتش سوزی در طبیعت ایران به تکاپو افتادند. مقامات هم برای مجازات آتش افروزان و پیشگیری از آتش و بودجه های بیشتر بیش از همیشه وعده میدهند. میراث طبیعی ایران مثل درخت‌های بلوط ارزش‌گذاری رسمی نشدند،
و حتی چوب بلوط هم در فهرست کالاهای قاچاق قید نشده و هر آتشی در زاگرس که به هر درخت بلوط سرایت می‌کند گنجینه دیگری از میراث طبیعی ایران را بر خاک می‌افکند. سیاوش اردلان، بی بی سی. قرارداد جنجالی مارک ویلموتس، مربی بلژیکی با فدراسیون فوتبال ایران، همچنان یکی از سوژه‌های داغ رسانه‌های ایران است. در حدی که امروز سازمان بازرسی کل امور ورزش و جوانان اعلام کرد خارج از نوبت این پرونده را بررسی خواهد کرد. مارک ویلموتس علیه ایران به فدراسیون جهانی فیفا شکایت کرده و قاعدتاً مدعی شده که کل مبلغ 3 سال این قرارداد که نزدیک به 7 میلیون یورو است به او پرداخت شود. او پارسال حدود 5 ماه سرمربی تیم ایران بود. پوریا جعفر خبرنگار ورزشی ما که متن کامل این قرارداد رو در اختیار داره و مطالعه کرده اینجا ماست. پوریا، چه اطلاعات بیشتری داریم؟ چون بخشایی از این قرارداد قبلا به رسانه‌ها درز کرده بود. درسته، این قرارداد که 10 صفحه است رو ما الان هر 10 صفحه رو در اختیار داریم. تفاوتش اینه که از سال پیش موقعی که آقای ویلموتس اخراج شد و مشخص شد که یک مشکلی بین ایران و آقای ویلموتس خواهد بود از نظر پرداخت و آقای ویلموتس هم شکایت کرده گفته بود روی توییتر شبکه‌های اجتماعی که از ایران شکایت خواهد کرد، تیکه‌های از این قرارداد اول آوردن که مربوط به فسخ قرارداد می‌شد. این چندین ماه پیش بود. از حدود یک هفته پیش که دیگه حالا مبلغ اصلی قرارداد مشخص شده، آقای تاج در چندین برنامه تلویزیون ایران در برنامه 23 تیکه‌های از این قرارداد رو آوردن و این رو در واقع نسبت دادن به امری که از طرف وزیر ورزش به ایشون شده. توی برنامه فوتبال برتر در شبکه 3 هم باز دوباره مطرح شد توسط خود آقای تاج. تو برنامه ورزشگاه در شبکه 5 هم تیکه های دیگه این قرارداد مطرح شد. البته قرارداد مفصلیه، خیلی تیکه های عجیب و غریبی هم داره که میتونم بیشتر توضیح بدم. دقیقا، آخه همه اینا کم و بیش بهشون اشاره شده بود. نکته هایی هست که تا به حال برملا نشده بوده؟ یه نکته ای که زیاد کسی نرفته سراغش مسئله مالیاتیه که توی این قرارداد، یعنی که آقای ویلموتس 1 تومن هم به ایران مالیات پرداخت نخواهد کرد، اون هم با وجود یک همچین قرارداد سنگینی. اگه که یادت باشه توی این سالها که تو اینجا خبرها رو دیدی جمال، بارها ما شنیدیم مثلا مربیان خارجی که داخل ایران بودن میخواستن خارج بشن از کشور، در فرودگاه اونها رو متوقف کردن، اجازه خروج بهشون ندادن به خاطر پرونده‌های مالیاتی که داشتن. در هر صورتی زمانی که کارلوس کیروش مربی تیم ملی ایران بود، اتفاقی که افتاد اومدن یک بندی در قرارداد جدید کیروش که چندین بار با ایران قرارداد بستن و سالها اضافه کردن، حالا به هر دلیلی ما نمیخوایم وارد اون بحث بشیم، که گفتن که این مالیات بر عهده فدراسیونه. وقتی که قرارداد کیروش تموم شد، فدراسیون فوتبال برگشت گفتش که ما اومدیم قرارداد کیروش رو نگاه کردیم، درس گرفتیم از اتفاقای بعدی که برامون افتاده و سعی میکنیم که اینها رو دیگه تو قرارداد جدید لحاظ بکنیم که این اتفاقا نیفته. در این حال فدراسیون فوتبال آقای تاج اومده به باشگاه ها گفته که مسائل مالیاتی بازیکنهای خارجی و مربیان خارجی رو بر عهده نگیرید، بذارید که اونا پول رو پرداخت بکنن، و بعد خودش اومده تو اینجا داریم میبینیم که علیه اون چیزی که گفته شده عمل کرده و تو این موقعیتی که کارمند و کارگر همه دارن مالیات پرداخت میکنن، فرد خارجی که میاد داخل کشور هیچ مالیاتی پرداخت نمیکنه. اشاره شد که کل مبلغ 3 سال نزدیک به 7 میلیون یورو هست. آقای ویلموتس گفته که شکایت میکنه و این مبلغ رو مطالبه میکنه، ولی الانی که ما داریم حرف میزنیم در مورد چه رقمی صحبت میکنیم؟ در مورد ببینید، رقم این میتونست خیلی بدتر از اینها باشه. 2-3 تا بند عجیب و غریب دیگه هم داره که یکیش در مورد پاداش ایران از جام جهانیه که 10% مبلغ رو گفتن که به آقای ویلموتس میدن، که خب این اصلا برای چی همچین اتفاقی داره میفته؟ حالا در مورد کارلوس کیروش این اتفاق افتاد، اون 10% 20%ی که الان هم سر اونا بحثه، آقای تاج گفته که 20% بوده پاداش کیروش از جام جهانی، ولی که خب اصلا برای چی باید همچین اتفاقی بیفته؟ با
باز دوباره برمیگردیم سر همون نکته که شما وقتی که گفتین که ما میایم قرارداد کیروش رو اصلاح میکنیم، چرا اون 10% رو گذاشتین؟ یک بند دیگه هم گذاشتن که خیلی عجیبه، گفتن درآمدهای ایران، درآمدهای حاصل از جام جهانی 2022، ایران به جز اون پاداشی که میگیره دیگه درآمدی نداره، بلیت فروشی نمیکنه، خود قطر هم درآمدی نداره، این پولا به فیفا میرسه همه. حالا از این مسائل بگذریم، از این 6,850,000 تا نزدیک 7 میلیون شده، پول دستیارای ایشون هم که اضافه بکنید و مالیاتای اونا هم که اضافه بکنید که داده نشده، یه چیزی نزدیک 9-10 میلیون یورو ایران قاعدتا باید پرداخت بکنه. در نهایت فکر میکنی که ایران هیچ شانسی برای بردن این پرونده داشته باشه؟ اتفاق عجیبی که اینجا افتاده شده، من وکیل نیستم، ولی وقتی که این قرارداد رو نگاه میکنیم انقدر بد نوشته شده بعضی تیکه هاش که احساس میکنی که همین دو پهلو بودن بعضی از بندها شاید در یک جایی به نفع ایران بشه. در جواب سوال شما باید بگم که نه، بردی برای ایران وجود نداره، به خاطر اینکه آقای ویلموس چندین ماه بیشتر تو ایران نبوده، هیچ کاری هم انجام نداده، در صورت 2 میلیون یورو میزنه به جیب خودش میره. این در بهترین حالته، ولی از اون 6 7 میلیون دیگه‌ای که بعد بهشون پرداخت بشه، قاعدتا هر چقدر ایران بتونه این مبلغ رو بیاره پایین‌تر، برد که نه، ولی که شکست خودشو، ضرر خودشو خفیف‌تر می‌کنه. ممنونم از پوریا ژافره، خبرنگار ورزشی ما. فهم بیشتر از 7 میلیون نفر در جهان مبتلا به ویروس کرونا شدند و بیشتر از 400,000 نفر هم جان خود را بر اثر این بیماری از دست دادند. مبتلایان به این بیماری روزهای سختی رو پشت سر گذاشتند. این هفته در 60 دقیقه روایت بیماران و بهبودیافتگان این بیماری را خواهیم داشت. سلام، من مجید هستم، کارمند بانک ملت. الان چیزی حدود 1 هفته از حالت شدید آنفولانزا داشتم، ولی متاسفانه جایی نبود که تست بدم. تا اینکه به صورت خودجوش رفتم یک از این مراکز و تست دادم. امروز با من تماس گرفته بودن که تست شما مثبت است، اما چیزایی که داخل تلفن و برنامه های نرم افزاری که داشتن، هیچ کدام اینو به من نشون نمیدادن که من کرونا دارم. الان متاسفانه در خانه هستم، قرنطینه. شرایط جوری نیست که هر کسی به راحتی بتونه تست بده و از سریع آگاه بشه. من ابتدا سرفه داشتم، سرفه های خشک، ولی نتونستم مشخص کنم که کرونا دارم یا نه. به پزشک مراجعه کردم، پزشک گفت که آنفولانزا چیزی نیست، دارو داد و چند روزی دارو مصرف کردم که بعد از چند روز به درمانگاهی مراجعه کردم، اونجا تست دادم. من از لحاظ روحی خیلی ضعیف شدم، نه از لحاظ جسمی. ادامه روایت‌هایی از کسانی که با کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند. در آمریکا بیشتر از 115,000 نفر جانشان را در پی ابتلا به کرونا از دست دادند. تعداد موارد جدید ابتلا و بستری در بیمارستان‌ها هم در هفته‌های اخیر در بعضی از ایالت‌ها رو به افزایش بوده. در ادامه روایت تجربه شخصی از کووید 19، یک پزشک ایرانی در نیویورک به خبرنگار ما بهمن کلباسی از مشاهداتش در روزهای اوج مراجعه گفت. تناز ایرانپور هستم، پزشک داخلی در یک از بیمارستان‌های شمال نیویورک. تجربه که من از بیماری ویروس کرونا داشتم توی حدود 2 ماهی که میگذره، تعداد بیماری که میومدن خیلی زیاد بود و شدت بیماری خیلی زیاد بود، اینه که ما نمیدونستیم چه اتفاقی برای بیمارمون داره میفته، اما پله پله داشتیم یاد میگرفتیم. اولین تصوری که داشتیم این بود که مشکل تنفسیه، میذارمش روی دستگاه تنفس تا بهتر میشن، ولی مشکل کبد بود، کلی از کار میافتاد، لخته مینداختن جای مختلف بدنشون و همه اینا میزان مرگ و میر رو زیادتر میکرد. مریضا توی بعضی وقتا تو 5-6 ساعت جلوی چشممون رسما میمردن. چیزی که بود این بود که ما مریضام تنها داشتن میمردن و دردناک بود. بخاطر همین ما شدیم غمخوار مریضا و خانواده مریضامون و اونا شدن پشتوانه و حمایت کننده ما. با وجود اینکه بیشتر وقت زنگ میزدیم به خانواده بیمارا، خبر خوب نداشتیم که بهشون بدیم، ولی آخرش بعد از اینکه گریه میکردن
از همون تشکر میکنن به خاطر که ما توی بیمارستان داریم بهشون از عزیزانشون مراقبت میکنیم. کار دیگه که خیلی از کار درمانی شروع کردن و انجام دادن بود که ما سعی کردیم مکالمه تصویری داشته باشیم با خانواده ها و حتی اگه مریضم کاملا فراموش شدید داره یا اینکه خیلی مشکل داره و من وایستادم و بهش دارم دارو میدم که میزان زجر تنفسیش رو کم کنه، دیدن تصویر عزیزانش یا حتی شنیدن صدایی که ممکنه یکم براش آشنا باشه اون مرحله از زندگی رو که دردناکه براشون راحت تر میکرد و این چیزی بود که فکر کنم به همه ماها آرامش داد. چیز دیگه که توی بیمارستان به ماها کمک میکرد بود که ما همکار ایرانی زیاد داریم و خوب بود. یه روز یکی باقلاب رو میورد، یه روز یکی میرفت سبزه میخرید، سبزه عیدش رو تقسیم میکرد با بقیه، نون و خوچی رو میورد، یکی عید بود بالاخره و این همش جوکای ایرانی میگفتیم برای هم دیگه و این همش کمک میکرد به اینکه هنوز سرپا وایسیم بریم مریضا رو ببینیم. مردم داشتن توی بیمارستان میمردن، یعنی ما تو سیستم پیجر بیمارستان هر 5 دقیقه بار یکی عرصه ایست قلبی تنفسی میکرد. وحشتناک بود، یعنی وقتی میگفتن که مثل جنگه، واقعا مثل جنگ بود. با کسی میجنگیدیم که نمیدونیم چیه. ما فقط آدم های پیر نمیدیدیم که مریض باشن. درسته که کسی که پیرتره، کسی که مرض قند داره، فشار خون داره، اینا بیشتر در مرز این هستن که بیماری شدیدتر بگیرن، ولی ما بیماران جوون داشتیم، 30 ساله که بیماری ویروس کرونا گرفته بودن و اومدن الان با ایست قلبی تنفسی. و به خاطر همین وقتی که من میرم بیرون و میبینم که خیلی آدما مراقبت نمی کنن، فاصله اجتماعی نمیذارن، ماسک نمی پوشن، اینا برای من قابل قبول نیست و بعضی وقت میخوام من بهشون بگم ببین تو ممکنه خیلی مریض شی یا بقیه رو مریض کنی، تو ماسک تو بپوش، یعنی که فاصله اجتماعی تو رعایت کن. ما قسمت وحشتناکش رو دیدیم و به خاطر همین برای من دردناکی و قابل قبول نیست که اینا مردم نمی پوشن و مراقبت نمی کنن از خودشون. بله، بخشی دیگر بود از روایت‌های کرونایی. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت بی بی سی فارسی و همینطور یوتیوب تماشا کنید. ممنونم از شما که این برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید. سپاس.